سلام دوستان امیدوارم حالتون عالی باشه به یک برنامه جدید از آنچه قدم جلوتر خوش آمدید در این قسمت میخوام براتون بگم که آل سیزن کی قرار اتفاق بیفته خیلی از من سوال میشه که آقا آل سیزن داره میشه بیت که دیگه رشدش رو کرد الان یواش یواش داریم میبینیم آلت هایی که 50 درصد 100 درصد دارن میرن بالا خیر آلت پارتی ممکن اتفاق بیفته مثل چند ماه پیش الانم هم به همین اگر در جریان نیستید بدونید که یک آیتم داریم به اسم بیت کوین دامیننس سلطه بیت کوین در مارکت کریپتوکارنسی عدد بیت کوین دامیننس خیلی مهمه برای آل سیزن بایستی تقریبا به عدد 70 درصد برسه یعنی جایی که سلطه بیت کوین بسیار زیاده و اونجاست که دیگه معامله گرها تصمیم میگیرن بیت هاشون رو خالی کنن تزریق بشه به آلت کوین ها و یه دفعه انفجار توی آلت کوین ها صورت بپذیره و یک عدد هم داره 40 درصد و کف این چارت بیت کوین دامیننس حدود 40 درصد به نظر من که جایی که برای سبد هولد فقط بیت کوین بخرید قیمت بیت کوین اونجا خیلی مناسبه و موقعی که به 70 درصد رسید تقریبا صف قیمتی بیت کوین میتونه بشه و میتونید برای سبد هولدتون فقط آلت کوین داشته باشید حالا الان وضعیت کجاست الان وسط حدود 50 3 درصد 54 درصد بیت کوین دامیننس و جایی که شما تقریبا بعد نصف سبد هولدتون بیت کوین باشه و نصف دیگر آلت کوین ها کی آل سیزن اتفاق میفته موقعی که بیت کوین دامیننس برسه به حدود 70 درصد و بعد شروع کنه ریزش های شدید در تایم فریم دیلی اونجاست که آل سیزن اتفاق میافته. الان زمانی که اتفاق جالبی برای کریپتو بیفته پروژه مختلف گل میکنن و پروژهشون به سرانجام میرسه مثلا فرض کنیم فلوکی اومده توی تلگرام یه ربات معاملاتی زده یعنی چی شما توسط این تلگرام این ربات میتونید معاملات خودتون رو انجام بدید و یک درصد فی میدید تازه میاد از اون یک درصد فی که میگیره 50 درصدش رو توی بازار آزاد فلوکی میخره که این خودش باعث میشه که قیمت فلوکی به سمت بالا حرکت کنه فلوکی رو یادتون نره توی سبد هولد خب بریم یه ریویوی داشته باشیم از تحلیل تکنیکال همونجوری که یادتون هست هفته پیش تقریبا هلوش 66500 بود بیت کوین وارد این دیمند شده بود که تکنیکالی گفتم خیلی راحت میتونه برای اهداف بالاتر بره حدود 6000 دلار بره بالاتر و حدود سلش رو 72000 مناسب اگر دقیقا همین اتفاق افتاد 8 درصد رفت بالا 8 درصد اومد پایین و الان تکلیف چیست ببینید وارد یک ناحیه ارزی یک ساعته شده دقیقا اینجا بی تشکیل شده این کندل سبز یه ناحیه است برخورد اولش رو ببینید چقدر تمیز چند درصد ریخته حدوداً 5-6 درصد ریزش داشته الان برخورد دوم بوده اومده بالا بالا ببینید یک شدو ریز زده یه همهر معکوس بعد از این همر معکوس ما با یه سی سلو میگرفیم و اصاب ها پشت این شدو و این دقیقا برای دیروزه که خیلی جذاب 5-6 درصد ریزش رو داشته تا اینجا یک کار و احتمال داره الان وارد این ناحیه بشه و دقیقا وارد این ناحیه هم شده ببینید اکتورو بعد از ریزشی که داشته یکم شده شد و احتمال داره از اینجا یک برگشتی رو به سمت بالا داشته باشه پس الان در حال حاضر ما اسکلپ های بایو میتونیم روی این ناحیه داشته باشیم ولی جایی که من به بای بیت کوین فکر میکنم ناحیه پایینیه 66000 دلاره و پلی بعدی هم 65000 دلاره و اگرم از اینجا بایر شد و رفت برای اهداف بالاتر دیگه اینجا که سلش اصلا نمیگیرم چرا که قبلا یک بار نقدنگیش جمع شده و ناحیه بالا سری و اینجا رو باز هم شاید وارد سلش نشوم تا حدود 72600 یعنی بالای این ناهیه رو شاید نقد می‌گیرم کنم و بعد وارد سل بشم البته این ناحیه خیلی قوی تره 74000 دلار 74000 دلار دیگه بسیار مناسب برای پوزیشن های سل است این تحلیل تکنیکال چارت خود بیت کوین برم ببینم توتال کجای کاره توتالم درگیر یک ناحیه ارزه دیلی هست هنوز ببینید بعد از رشد های بسیار زیادی که مارکت کریپتو داشته مارکت کپ کل مارکت دیگه و نقد ای هم که اینجا جمع کرده یکم سل سلو گرفته ممکنه بعدها اینجا نهایتا یک ریزش شدیدی و مارکت داشته باشه ولی فعلا جایی نیست که من بگم حالا سل یا بای همین الان ولی در کل تایم بالا بخوام نگاه کنم خب توی ناهیه عرضه است و بیشتر به سل ها فکر می‌کنم این بلند مدته چون دارم تایم فریم دیلی نگاه میکنم ممکنه چند روز و چند هفته طول بکشه تا به سرانجام برسه تتر دامیننس رو نگاه کنم تتر دامیننس هم در تایم فریم بالا خب جای جذابی نیست فعلا باید بیاد پایین تر تا بایر بشه که مارکت ریزش های داشته باشه پس نشون میده که هنوز ممکنه به سمت پایین حرکت کنه و باعث بشه که مارکت کریپتو یک مقدار به سمت بالا حرکت داشته باشه و اگر هم نه از همینجا بره به سمت بالا ببینید اینجا هاست که دیگه تقریبا متوقف میشه وارد یک نایه عرضه پرقدرت میشه حدود 4.84 درصد جایی که سلر بشه است احتمالا این از این و میدونید که موقعی که سلر بشه است دوباره ما روش های مارکت رو خواهیم داشت ممکنه اصلا به اینجا برسه و سلر بشه یا حتی بالا سری بریم برای ATH جدید بیت کوین و اخبار فاندامنتال خوبم مرتب داره برای مارکت میاد و دور از ذهنم نیست که آل سیزنم البته نه الان شاید به نظر من حدود سه چهار ماه دیگه 5 شش ماه دیگه اتفاق بیفته چرا که بایستی عدد بیت کوین دامیننس نزدیک به 60 70 بشه و حالا ممکنه مثل سالهای پیش نباشه ولی در صورت به یه عددی برسه که منطقی باشه که معامله گرها و هولدرها بیت کوینشون رو کامل برن نقد کنن و برن توی آلت کوین های مختلف که سبب بشه آل سیزن اتفاق بیفته و الان با این بیت کوین که داریم شما بایستی نصف سرمایه‌تون توی سبد هولد بیت کوین باشه نصف دیگر آلت کوین ها خب بریم سراغ آنچین تکنیکال تمام آنچین اولین آیتمی که بررسی میکنم ورود و خروجی صرافی بسیار مهمه ببینم عددش شایان ذکر هست یا نه نرماله حالا اتفاق خاصی نیفتاده من اول اینفلو نگاه میکنم ورودی به صرافی حالا اتریوم هم چک میکنم چون صندوق ETFش هم اتفاق افتاده ببینم آیا حرکت خاصی داره یا نه اتریوم ممکنه حرکت های رو به بالا شدیدا داشته باشه حتی به سمت ETH رای که بیت کوین رفت و اتریوم بره و معمولا آل سیزن اینجوری اتفاق میفته اول بیت کوین میره بعد اتریوم میره و بعد لایت کوین میره و بعد یواش یواش همه تخلیه میشن توی آلت کوین های دیگر خب اکسچنج اینفلو نگاه کنم توی کوتاه مدت اتفاق خاصی نیفتاده ببینید مقدار زیادی نیست ورودی پس نشون میده که مارکت اصلاح زیادی و احتمالا نداشته باشه فعلا آتفلو نگاه کنم خروجی از طرف او خروجی از طرف چقدر زیاده دوستان این نوید اعداد بالا برای بیت کوین میده به هیچ وجه سل نزنین برای بیت کوین با این عددی که من دارم برای خروجی میبینم برای بیت کوین خروجی از طرفش میبینم به هیچ وجه وارد استتاب های سل نشید خیلی وقت بود که من همچین کندلی رو توی خروجی صرافی ها نهیده بودم و الان ایمان دارم میارم که رفتیم برای ETH برای بیت کوین نمیخوام فهم بشید ولی واقعا ETH دور از ذهن نیست از رگ گردن به اون داره نزدیکتر میشه ETH جدید برای بیت کوین احتمالا چون خیلی خروجی از صرافی زیاد بوده خروجی از صرفی یعنی چی؟ یعنی بره توی سبد هول تو ولتا و دیگه ملت نخوان با این قیمت ها بیت کنه بفروشن احتمال رشد زیاد هست بله ولی فومو نشوید مراقب باشید ممکنه همین دقیقا فردا پس از کندل های بعدش یه دفعه یه خیلی هم کم بشه ولی امروز البته امروز که بله دقیقا 28 می همین امروز خروجی زیاد بوده و فعلا هم تأثیری روی چارت نذاشت به نظرم بزنید لازم نگاه کنم یک بار دیگه یا ما اتفاقا ریزش بیت کوین داشتیم دیگه این اخیرا یک بار چک کنم بله ببینید ریزش بیت کوین داشتیم ولی وارد یک دیمند یک ساعت و چهار ساعته شده اینجا جایی که میتونه بیت کوین بایرش خیلی الان بای بیت کوین سفارش میکنم بهتون چرا که هم تکنیکالی اوکی هم آنچینی شدیدن بایر بیت کوین شدیدن یعنی چند ماه من اینقدر بایر بیت رو نمیدیدم آنچینی که دارم هی اصرار میکنم نتیجهشو بعد خواهید دید خب بریم سراغ آیتم های دیگر ببینم آیتم های دیگر توی آنچین چه چیزی رو به من میگویند بریم فاندینگ ریت رو نگاه کنیم بله بیام توی کوتاه مدت ببینم آیا حرکت اسپاکی انجام داده مهم برای من نه عددش یکم داره رو به بالا میرود که اون اخلاف فیوچرز و اسپات رو کم کنه و الان بایرها دارن اون فیو پرداخت میکنن ولی عددش زیاد نیست اگر زیاد میشد مثل اینجا خب میگفتم احتمالا سل داشته باشیم توی مارکت ولی نه قیمتش اون فیش نرماله عدد زیاد و اسپکی نشون نمیده و این چارت چیز خاصی رو به من نگفت میبندمش بریم ترس و تمام نگاه کنیم ایندکسش ببینیم شاخصش چی میگه عددش جذاب هست این سری یا خیر خیر عدد 72 رو داره نشون میده و تمه رو نشون میده ولی خب تماه نرمالی یعنی زیاد نیست شدید نیست و چیز خاصی دستگیر من نشد این چارت هم به راحتی میبندم دوستان یادتون باشه که آنچین کلا ثابت چارت های مختلفه که من هر سری میام اینا رو راجعشون صحبت میکنم انتظار این نداشته باشید که آیتم های خیلی جدیدتر تر بگم در همین حد کافیه آنچین میشود چارت های بیشتری ها من بیان بگم و حتی چارت های خیلی مفید و خاص و خوب ولی در همین حد ساده به بپردازیم اون دیدو هر سری به ما داره میده و اگر نگاه کنیم به این حدود 4 تا قسمتی که در یوتیوب سیوه نگاه کنیم تقریبا با خلاف 70 80 درصد هر هفته داریم روند بالا و پایین مارکت رو میگیم و واقعا مفید واقع شده خب از تعریف بگذاریم بریم ببینیم چارت های دیگر چه میگویند ماینینگ دیفکالتی نورماله ببینم نرماله یا نه بله کرش نداره اوکی متوجه حرفم میشین کسی که برنامه رو داره کامل میبینه هر هفته دیگه من خیلی دیگه توضیح ندم مثل هفته های پیش و هم که میگم نرماله متوجه میشوید یعنی چی هش رایت رو نگاه کنم آیا نرماله یا خیر بله کاملا نرماله هیچ کلاپسی نداره مثل اینجا ببینید این حرکت اینجوری برای من نه الان نرمال عادیه و چیز خاصی دستگیرم نشد نامبر اف اکتیو آدرس رو نگاه کنم که هر هفته من توسط این چارت خیلی دید جذابی پیدا میکنم برم ببینم این سری به چه شکله خب ببینید الان ریزش رو انجام داده رفته به سمت بالا تایم فریمش هم دیلیه و 28 اپریل اینجا دارم میام وارد ماه جدید به من توی کوتاه مدت بیارمش اینجا قشنگ خب یادتون باشه هفته پیش اینجا بودا گفتم یه بالا بزنه و بعد بریزه ببینید چقدر جذاب گفتم اینجا یه ناهی ارزه داره دقیقاً اسمارت اینجا کار میده ببینید وارد این ناهی عرضه اینجا شد و ریزش دقیقاً این حرکت بالا و پایین این چارت که سبب میشد مارکت شکل بگیره رو خدمتتون هفته پیش گفتیم الان تکلیف چیه الان دوباره ببینید وارد یک دیمند جدید شده ببینید با این حرکتی که اینجا انجام داده رفته بالا یکم بایر شده این سقف زده اینجا یک دیمند ساخته شده برخورد اول ببینیم وارد این دیمن شده پس این چارت داره نشون میده که از همین احتمال داره آدس های فعال برن به سمت بالا پس این چارت هم رشد زیاد مارکت رو نشون میده چرا که دیمند دیلی رو تست کرده برخورد اول به نظرم یه برگشتی رو به بالا خواهد داشت احتمالا رشد مارکت رو خواهیم داشت حالا اینکه یه دفعه هفته دیگه بیت کوین بشه 40000 دلار من اینقدر دارم میگم میره بالا میره بالا تغییر آنی چهارت های مثلا فرض کن اینجا درسته یک دیمنده ولی فردا می این دیمنده تایید نشده فیل شده رفته پایین تر و اونجایی که خروجی یه دفعه چک کردم دیدم خروجی خیلی زیاده فردا می چک میکنیم بینیم اتفاقا ورودی خیلی زیاد شده تمام اینا قابلت تغییر رو دارن ولی بالاخره تا یه ذریبه نسبتا خوبی میاد آینده تقریبا یه هفته دو هفته رو به ما میگه ولی میدونید که آن رو باید لحظه به لحظه چک کرد بیاین تو تایم فریم نیم ساعت لحظه به لحظه چک کنیم بعد یه میانگینی از اون لحظات پایین اون تایم فریم های پایین رو بگیرید و بتونید وارد پوزیشن های خاصتون بشید حالا جلسه بعدی یکم بیشتر توضیح میدم راجع اینکه یعنی چی تو تایم فریم پایین تر چک کنید و بعد یک آینده رو در تایم های بالاتر اجرا کنید این حرفی که برای اولین بار دارم اینجا به خدمتتون میذارم یکم بحثش مفصله که در جلسه بعدی ابتدای برنامه کامل خدمتتون خواهم گفت خب خواه. چارت بعدی ماینر نت پوزیشن چنج اینم اتفاق خاصی نیفتاده بله فعلا داریم میبینیم یکم سلر رو اوکی چیز خاصی نیست میگم موقعی که اصلاح مارکت داشته باشیم و شروع به خرید کنن اونجاست که برای ما مشخص میشه که اون واقعا اصلاحه اون ریزش اصلاحه نه یعنی ریزش کامل باشه فعلا نه چیز خاصی دست کردم نشد توسط این چارت یه سری چارت که بررسی کردم نرمال بودن چیز خاصی رو به من نگفتن غیر از دوتا آیتم یکی خروجی از صرافی یکی هم آدرس های فعال که هر دو تاش فعلا با مارکتو گفتن و نهایتا ببینم جنبندیم به چه سمت خواهد بود به نظرم هر آیتم دیگه هم که چک کنم فقط صرفا به خاطر همون خروجی از صرافی میتونم بگم مارکت بای داره فعلا ولی حالا در انتها یه نتیجه کلی خواهیم گرفت آیتم بعدی اس او پی هم عدد خیلی مهمه که بالا باشه اینجا خدمتتون بارها و بارها گفتم تکرار میکنم 1.08 به بالا ببینید عددش زیاد نیست عددش زیاد نیست اتفاقا کم هم هست این چارت هم اتفاقا رشد مارکتو نشون میده چون عدد اس خیلی پایینه حدود 2 حدودا و عدد پایینی رو تست کرده که احتمال داره به سمت بالا حرکت کنه این چارت و این رشد مارکتو نشون میده پس شد سه تا چارت به نفع رشد بیت کوین یه هم که نرمال و اتفاق خاصی نیافته براش همچنان خریدشون رو دارن اون هولدینگشون رو حفظ کردن و امیدوار برای اهداف بالاتر خب دوستان یه شکایت هم بکنم از شما دوستان عزیز چرا به دوستان معرفی نمی ویدیو یوتیوب اون ضعیف برنامه به این خاصی کل بالا و پایین مارکت کریپتو هم خدمتتون میگم کامنت ها هم که ضعیف ولی در صورت من در هم دوستتون دارم خدا نگهدار